دکتر شما، نخستین کانال اختصاصی طبی در افغانستان. هموطنان عزیز و دوست داشتنی، من سلام. من دکتر قیس نکزاد هستم، متخصص امراض داخله. امروز میخوایم در مورد یک شکایتی که اکثر افراد از او رنج میبره و متاسفانه بعض اوقات یک کمک مریض را از لحاظ روحی هم تحت فشار قرار داده میشه. مریض جای میمونی سهی رفته نمیتونه، که اگه بره صوب یک زرگک نارامی برش ایجاد میشه که میبینه بالش تکتیل آب دهن خود تر کرده. و اکثر افراد هست که میبینن بازی را با کرم ارتباط میده، یا یکی مثلا میگه رودای تو کرم داره، یا یکی مثلا کدام کرم در سیستم هاضمه است، یا یکی تو مجموع ضعیف هستی. پس به این خاطر من میخوایم امروز در مورد هایپر سالیویشن یا سایلوریا بر شما معلومات را اکنم. هایپر سالیویشن یا سایلوریا، عزیزای دل، مثل که به طور مثال در تمام عضویت ما شما سیستم های مختلف وجود داره که بعض از اینا باعث میشه تا انزایم آزاد کنه و بعض از اینا در بدن ما شما هورمون را آزاد میکنه و در حقیقت هماهنگی سیستم هورمونی با سیستم عصبی است که بالانس یا موازنه را در تمام عضویت ما شما تامین میکنه. یکی از جمله سیستم هایی که از جمله غدوات اگزوکراین است، یعنی افرازات داره و این افرازات خود با استفاده از قنات مشخص به بیرون تراوش و آزاد میکنه، سیستم لعاب دهن ما شما هست. لعاب دهن امی که باید موجود باشه به خاطر که ما درست صحبت بتونیم، به خاطر که غذا را درست به طور مثال بلع کرده بتونیم، به خاطر که از ایجاد خشکی در دهن ما جلوگیری به عمل بیاید. چهار غده عمده و متبارز و بیش از دهها غده کوچک است تا در نهایت اینا دست به دست هم میتا و مرطوبیت را در دهن ما تامین میکنه. غدوات که به نام غده پاراتاید است یک جوره، غده سبمندیبولار که در زیر علاشه است، غده سبلنگوال که در زیر زبان است، و توباریال گلند یا غدوات توباریال که در قسمت محل مکان اتصال بینی با بالعوم موقعیت داره. اینا افرازاتشان با استفاده از قنات مشخصی که هر کدام نام مشخص داره به دهن آزاد میشه و از خشکی دهن در نزد افراد خودداری و جلوگیری به عمل میآید. بعض اوقات اینمی افراز و تراوش لعاب دهن در نزد یک فرد به اندازه زیاد می باشه که فعالیت های روزمره شود تا از جریان شب خوابش را مختل می سازه و این تحت عنوان هایپر سالیویشن یا سایلوریا مورد ارزیابی قرار می گیره. فرط افراز لعاب دهن، سایلوریا. خب بیش از حد افراز شدن لعاب دهن امکان داره که موقتا پیش یک فرد تحساس کنه، کوتاه مدت باشه، بعد از سپری شدن مدت پس دوباره به شکل بنفسی از بین رو، یا که طولانی مدت در نزد یک فرد تحساس کرده باشه و در سیر یک سلا امراض به وجود آمده باشه. هر فردی رو تجربه میکنه. کوتاه مدت بود، قابل توجه نیست، ولی اگر طولانی مدت میباشه و سکل ها و میزان به طور مثال کیفیت زندگی مریض را به چالش مواجه می سازه، باید سر این اقدام شاکلتش پیدا شود. عمدترین عواملی که باعث می شود تا افرازات لعاب دهن در نزد یک فرد از حالت نرمال زیاد باشه و در نهایت فرد چی از طرف روز و چی از طرف شب بیش از حد لعاب دهنش تراوش کنه و بعض اوقات بالشتش را نارام کنه و خوابش را مختل کنه، کدام عوامل هست؟ نمبر اول، هر فرد یک رفلکس یا گرد می داشته باشه، گاستروزوفیجل رفلکس دیزیز، دانه میدیش که تحت عنوان لاور ازوفیجل اسفنکتر مکان اتصال میدی که تیمه دستی واز است. وقتی که واز موند افرازات سیستم هاضمه بالا میه، مریض دلجوش می داشته باشه، عرق ترش کردن می داشته باشه، جگرسوزی می داشته باشه و بعض اوقات با قرد کردن نان در ایساها امکان داره تخریش درد را احساس کنه و صبح از خواب که میخیزم از این دانه شور و ترش است. کسایی که رفلکس دارن باید تداوی کنن. در غیر از او افرازات لعاب دهن از طرف شب پیش از اینا زیادتر هست. دوم، افرادی که به اساس هر علت یک سلسله تشوش در جریان خواب داشته باشن یا موقعیت خواب درست را در جریان خواب مراعت نمی کنن، یعنی موقعیت خوابشان منظم نیست، به یک طرف دان خواب میکنن یا به طرف سال روش به دیگر طرف خواب میکنن یا رو به دل خواب میکنن، این باعث میشه تا افرازات لعاب دهنشان از حالت نرمال از طرف شب افزایش پیدا کنه و حتی اگر نرمال هم باشه به بیرون تراوش کنه. پس تغییر دادن در موقعیتی که و در پوزیشنی که ما استراحت میکنیم امکان داره بعض اوقات کمک کننده باشه. مریض باید تخت به پشت استراحت کنه، نه به یک طرف، نه به دیگه طرف و نه به رو به دل.
دوم کسایی که یک سلسله تشوشات در جریان خواب دارن و ایره تحت عنوان obstructive sleep apnea میگه گردن کوتاه می داشته باشن، یک سلسله مشکلات عضلی در قسمت گلونشان موجود است. این مریض از طرف شو در جریان خواب یک دفعه تنفسش توقف پیدا میکنه، از خواب بیدار میشه. اپنه توقف تنفس رو در خواب تجربه میکنه و در جریان شب اینا خیلی خور میزنن و در پلی از صبح وقتی که از خواب بیدار میشه، چرا خواب از این از طرف شو تکمیل نشده، مریض از طرف روز تمرکزش خراب است، موتر تکر میکنه و در چوکی شیشتگی میبینه که خوابش میبره. obstructive sleep apnea. در ضمن هر نوع آفتی که در داخل جوف دهن موجود باشه، مثلا کسایی که بی‌نظمی در دندانهای خود دارن، مال کلجن، کسایی که پروگانتیزم داره یا امیزناق پاپایانیشان امی علاشه پایانشان پیش برآمدگی میداشته باشه، کسایی که زبان بسیار کلان میداشته باشه، اونایی که یک سلسله کهف ها در قسمت جوف دهن خود دارن، اونایی که آفت های میکروبی در جوف دهنشان موجود هست، اونایی که به طور مثال ابزل صحی دهن خود به صورت درست مراعت نمی کنن، اونایی که به صورت عموم یک سلسله فلج ها در وجه خود می داشته باشن، فلج های وجهی یا فشل نرف پالسی، اونایی که سکته مغزی را سپری کردن، اونایی که مرض پارکینسن دارن، اونایی که مرض الزیمر دارن، امکان داره که افرازات لعاب دهن از این را از حالت نرمال زیاد باشن و خواب فرد از طرف شب به چالش مواجه کنن. در ضمن به اساس هر علتی که ساینس های مریض بلاک داشته باشه، بندج در ساینس های مریض ایجاد شده، مثلا سینوزیت داره مریض، کلام التهاب پیش موجود است، حساسیت فصلی داره، باعث میشه تا افرازات لعاب دهن در نزد یک فرد افزایش پیدا کنه. کسایی که عادت دارن تا به عوضی که در جریان خواب از بینی نفس بگیرن، از طریق دان نفس بگیرن، مجبور دان از یا واز بانه، وقتی دان واز مان امو در جریان خواب چون عکساتی که باعث بلع میشه اینا در حالت خواب قرار داره و این عکسات حالت ریلکس را به خود اختیار کرده، فعل بلع اجرا شده نمیتونه در جریان خواب، به می خاطر است که افرازات لعاب دهن مجبور به بیرون تراوش کنه. فراموش تا نشه که بعض اوقات افرازات بیش از حد در سیر گرفتن یک سلسله داروهای ایجاد میشه، مثلا مریضایی که دوای آنتی سایکوتیک میگیرن، دوای ضد جنون، مثلا اولانزپین، مثلا بوسپرون، اینا بعض اوقات امکان داره که افرازات لعاب دهن در نزد یک فرد افزایش بده، بعض آنتی بیوتیک ها افرازات لعاب دهن افزایش میده. خب ما چه راهکار را باید پیاده کنیم تا از افرازات بیش از حد در جریان خواب از دهن خود جلوگیری کرده بتانیم؟ اول گرفتن مایات مایاتی که در ترکیب خود ستریک اسید و ویتامین سی داره باید ترجیح داده شوی، باعث میشه تا لعاب دهن را رقیق بسازه. لیمو، نارنج، کینو، مالتا و یکپاویا باید بیشتر استفاده شوند. اگر موقعیت خواب ما در جریان استراحت به صورت درست نیست، باید تنظیمش کنیم، کوشش کنیم خود با تخته پشت کردن، با تخته پشت خواب کردن عادت بتیم، یک طرفه و این طرفه و در روز روی بدل خواب نکنیم. اگر ساینس های ما کدام بلاک داره، باید مورد تداوی قرار بگیره. اگر ما رفلکس داریم، باید مورد تداوی قرار بگیره. اگر دندان های ما بی نظم است، با استفاده از پروسیجرهایی که دندان ها را منظم می سازه و فکر کنم تحت عنوان ارتودینسی و اینا امروز زیاد مروج است، باید اصلاح شوه. اگر یک فرد مثلا پروسه های پروگانتیزم و زناق پایان پیش برآمده داره، این باید مورد تداوی قرار بگیره. ولی اگر با استفاده راهکارها بازم نتیجه نداد، بعض اوقات با استفاده از مانورهای جراحی و مقدمات لعابی برجسته که مثلا غدوات زیر زبان هسته، غدوات زیر مندیبول هسته، غدوات پروتیت هستی را میوردارن، یا این همی غدوات به شاه مواجه میسازن، یا این همی غدوات توکسین بتوکس را زرق میکنن، و یایی که بعض دواهای بر مریضا داده میشه که من حیث عوارض جانبی خشکی دهن را به وجود میاره، مثلا تریسیکلیک آنتی دپرسانتا، امیپرامین، کلومپرامین، تریپتانول، یکی مثلا امیتریپتالین، نورتریپتالین، داکسیپین، اینا عوارض جانبیش خشکی دهن است، عوارض جانبیش احتباس ادرار است، عوارض جانبیش به طور مثال قبضیت است، از عوارض جانبی به نیست تداوی استفاده میشه. و یکی دوایی مثل سکوپولامین،
اینا بعضی شوارز داره. اگر ما بتونیم عامل را تثبیت کنیم و برای تعزو افرازات بیش از حد لعاب دهن در طرف شب در نزد مریض تداوی بتونیم، این خوب است. در غیر از او پیش بعض مریضا با استفاده از مانورهای شعاع دادن، با استفاده از جراحی، با استفاده از به طور مثال تطبیق کردن یک سری زرقات دم و غدوات لابیه و با استفاده از یک سری دواهای مشخص امکان داره که حالت بهبودی در نزد مریضا تحسس کنه. سابسکرایب کردن چینل یوتیوب و شریک سازی ویدیو فراموشتان نشه عزیزای دل.